آیا می دانید که چرا حضرت آدم و حوا بچه شیطان را خورده اند؟ فراموش نکنید که چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با عفس تیوی همراه باشید. در کتاب خلاصه الاحبار از میر سید علی همدانی از طریق اهل سنت روایت شده است که وقتی حضرت آدم و حوا از بهشت اخراج شده و به زمین آمدند، شیطان لعین یکی از فرزندان خود را که خناس نام داشت نزد حوا آورد و این در حالی بود که حضرت آدم علیه السلام غایب بود. شیطان به حوا التماس کرد و گفت این فرزندم است، او را محافظت و نگهداری کن تا برگردم، و خود رفت. هنگامی که حضرت آدم علیه السلام آمد، از حوا پرسید این کیست و حوا جواب داد فرزند ابلیس است. آدم علیه السلام گفت چرا او را نگه داشته ای؟ او دشمن ما است. سپس آدم علیه السلام خناس را کشت و چهار پاره کرد و بر چهار قله کوه گذاشت و خود به جایی رفت. شیطان حاضر شد و از حوا در مورد احوال فرزندش سوال کرد. حوا آنچه را که توسط آدم علیه السلام صورت گرفته بود به شیطان گفت و شیطان با صدای بلند فریاد زد ای خناس حاضر شو. فوراً خناس در همان شکل اول خود حاضر شد و باز هم او را نزد حوا رها کرد و خود رفت. حوا از این حالت بسیار در شگفت ماند. وقتی که حضرت آدم علیه السلام بازگشت و دید که خناس با حیاتی کامل و سالم نزد حوا حضور دارد، با شگفتی پرسید این چه حالتی است؟ حوا موضوع را به آدم علیه السلام گفت. آدم این بار خناس را سوزان و خاکسترش را در آب جاری ریخت و رفت. وقتی شیطان آمد و شرح ماجرا را از حوا شنید، باز هم خناس را صدا زد و خناس نیز فوراً حاضر گردید و شیطان غایب شد. حضرت آدم علیه السلام آمد و با کمال شگفتی خناس را زنده و سالم دید و چون از حوا این امر عجیب و غریب را شنید، غیرتش جوشید و غضب بر او غالب شد و گفت می ترسم که آن ملعون سرانجام بلایی بر سر ما نازل کند، و سپس خناس را کشت و خود و حوا او را خوردند. وقتی آدم علیه السلام غایب گردید، شیطان حاضر شد و از حوا احوال خناس را سوال نمود و حوا نیز شرح واقعه را به او گفت. شیطان باز هم با صدای بلند فریاد زد ای خناس در چه حالی؟ از درون آدم و حوا خناس به صدا در آمد و گفت لبیک ای پدر. شیطان گفت در کجا هستی؟ او گفت در درون آدم و حوا. شیطان گفت ای فرزند مکان شریفی یافتی، همانجا بمان و هرگز خارج نشو. مقصود من همین بود و به تو دستور می دهم که تا آدم و نسل آدم زنده است او را وسوسه کنی. در سوره ناس هم آمده است الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، از شر وسوسه‌گر پنهانکار که در درون سینه انسان هاست، وسوسه می کند خواه از جن باشد یا از انسان. آری خناس شیطانی است که برای همیشه در بطن فرزند آدم است و وسوسه او رفع نمی شود مگر به ذکر خدا و استعاذه، چنان که قول خداوند است من شر الوسواس الخناس. داستان دوم درباره عزازیل است، همان فرشته مقرب خداوند که خبر نداشت به زودی شیطان می شود. روزی ملائکه بر لوح دیدند که یکی از مقربان درگاه الهی به نفرین ابدی گرفتار می شود. نگران شدند نکند ما باشیم. دست به دامان حارس شدند که ای عزازیل دعایمان کن که ما آن مطروت درگاه الهی نباشیم. عزازیل نیازی به دعا کردن نمی دید. به خودش اطمینان داشت اما دعا کرد خدایا ایشان را ایمن گردان. روزی دید که بر بهشت نوشته شده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گفت خدایا این ملعون رانده شده کیست؟ خدای تعالی فرمود بنده ای که او را نعمت می دهم و او مرا سرپیچی می کند.
عزازیل هزاران سال شیطان رانده شده را لعن کرد. عزازیل باورش شده بود که کسی است، خود را برتر از هر چیزی می دانست، خود را بزرگ می پنداشت. خداوند آدم علیه السلام را خلق کرد، ملائکه را امر به سجده نمود، همه سجده کردند، اما عزازیل امتناع کرد. او تکبر کرد، او خود را بزرگ دانست. او گفت من از آتشم و آدم از خاک، من بر او سجده نمی کنم. عزازیل از درگاه خداوند رانده شد، او دیگر عزیز خدا نبود، او ابلیس شد. ابلیس یعنی مایوس از رحمت خدا. اما بریم سراغ ریشه یابی. تکبر در لغت به معنای خود را بزرگ پنداشتن آمده. کسی که خود را بزرگ میپندارد از دو حالت خارج نیست، یا واقعا بزرگ است یا خیال میکند که بزرگ است. این که انسان در واقع بزرگ نیست بلکه در خیال خودش بزرگ است را چه زیبا امیرالمومنین علیه السلام بیان میکند. ایشان میفرماید تعجب میکنم از متکبر که تکبر میکند، در حالی که او دیروز نطفه‌ای بیمقدار بوده و فردا مرداری گندیده خواهد شد. اما بریم سراغ کلام افستیوی. هرگاه یک رودخانه بیش از حد بسترش پر از آب شود، آب را از خود سرازیر می کند و این فرایند را طغیان می نامند. انسان هم گاهی از بستر خیش خارج می شود و طغیان می کند. تکبر از بالاترین جنبه های خروج ما از بستر معین شده برای ماست، چون وقتی به این نتیجه رسیدیم که از خدا بی نیازیم طغیان می کنیم. وقتی احساس کردیم به خدا نیازی نداریم، گمان می کنیم که بزرگ هستیم. بنابراین مراقب رفتارهای خودتون باشید و تکبر رو از خودتون دور کنید. حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرات خودتون رو با من و دوستانتون به اشتراک بگذارید و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.